مردم کنیا همچنان نسبت به تجاوز گروهی به دختری 16 ساله که منجر به آسیب جدی به وی شده است، خشمگین بوده و خواستار اجرای عدالت هستند. این در حالی است که بر اساس رأی دادگاه، ستن از میان شش متهم درگیر این پرونده به حرس فضای سبز محکوم شدند. مادر قربانی این تجاوز گروهی میگوید: من از پلیس پرسیدم که چه کار کنم. آنان به من گفتند فرزندم را به داروخانه ببرم. انجام هیچ آزمایشی در آنجا امکان دارد. آنان گفتند که مطمئن شوم بچه هم از مسکن استفاده می کند پس از یک هفته حال فرزندم بدتر شد و نمیدانستم چه کار کنم او حالا تحت درمان قرار گرفته است همکلاسی های این نوجوان که حالا روی صندلی چرخدار می نشیند در مدرسه درباره سلامت وی و همینطور احتمال وقوع چنین این ای برای خودشان نگرانند